شرف مرد به تفنگشه و اعتبارش به آب و رنگ. پس تفنگ به دست میگیرم تا اعتبارم و آسون به دست بیارم. آهو جان، اگه شوهرت از دست بره اون وقت من چه کنم با این همه اعتبار؟ مرد معتبر مرده چه دردی رو دوا میکنه؟ شرف، قیمت شرف چقدر؟ نباید زیاد باشه. خب پس من جانمو با شرفم معامله میکنم. حالا اگه هزینه ها بالا رفت چی؟ هزینه ها؟ خب اون وقت شرف رو تسلیم میکنم، اعتبار رو به چنگ میارم و قنیمت. شرف که بره اعتبارم رفته. منتظر خبر باش. منتظر باش که خبرش برسه. منتظر تو میمونم، نه خبرت. شاهباز و خبرش هیچ وقت اینا از هم جدا نمیشن، یادت نره. سلام. سلام بیبی. سلام بیبی. سلام. سلام. چی کردی با جهان پسند؟ امنه جاش، شیرازه، پیش کوشانه خانم و ملک بانو. شکر خدا انگار همه چیز رو به راهه. فقط ما این که آباره. وقتی دل راه داره به هم تنها نیستی، هر جا که باشی همه جا زمین خداست. تو فقط مال بیبی گدا نیستی. یه نگاه بنداز از پشت سرت. به به، درود بر تو. خوش آمدی بهادر، خوش آمدی. خدا حفظت کنه. کت خدا. بفرمایید. خدا حفظت کنه بهادر. سلام بهادر، رسیده به خیر. سلام کت خدا. خوش رخصت بهادر جان. یک امشب ز غم شاد داریم دل، و ز اندیشه آزاد داریم دل. جهان چون بهشتی شد آراسته، پر از داد و آگنده از خواسته. یکی بزمگاه هست گفتی به جای، ز شیپور و نالیدن کرنای. اهالی پازن، مهمان های عزیز، جوان هایی که از طوایف اطراف قدم رو چشم ما گذاشتید و می خواهید که همراه بهادر باشید، به گوش باشید و به هوش، که این مجاهد ما، این گرد دلاور، کاری کرد که پشت همه زورگویان و قلدران به لرزه بیفته. ولی ما فراموش نمی کنیم که راه بهادر
راه بی برگشته. فراموش نمی کنیم که دشمن دست از سر ما بر نمی داره. مرگ عاقبت همه ماست، ولی مرگ با عزت یا با ذلت. ما عزت را انتخاب کردیم، ولی بی خبر نیستیم که بلاجویی تاوان سختی داره. هر کس اهل این راه نیست، همین امشب تو دل تاریکی به راه خودش بره. خدا همراهش، دعا میکنیم براش. ولی راه بهادر راه پربلاست. نفست گرم. خدا رحمت کنه آسد محمدو. رحمت کنه. خدا رحمت کنه آسد محمد زنده رو. رحمت کنه. رحمت کنه. رحمت کنه. زنده باد بهادر. زنده. بخونش آبا؟ بابا هم بله؟ بفهمید داخل. سلام آقای دکتر. سلام. این داروهای ما؟ بله چشم، شما بفهمید. ممنون. نه بارد بینید سرمش کنه بیست تا قبلش چفت درم بنبس. بیا بنوش، بنوش که پیروز شدیم. بیدمش کن از سرن ها؟ بله عالیه، ولی بهادر پیروز شد نه ما. قبول کن جلوتر از ماست، باید هر تو شده بریم دنبالش، عقب نمونی. کجا بریم؟ راه ما یکی نیست. چطور یکی نیست؟ تون بریم با سر میخوریم زمین. قوام کمین نشسته ببینه کی هلمن مبارز میخونه تو شیراز. کافی پای با هادور برسه به شیراز، تموم جوون ها توفنگ میگیرن و بیعت میکنن با او. فوج و مسلح باید داشته باشیم ما، نه یکی، چند تا. ما هیچ کار نمیکنیم. میخوای جوون های شیراز رو بفرستی به مسلخ؟ ما چیکار کنیم؟ دست بذاریم رو دست؟ فوج مسلح لو میره در جا. ما داریم کار مخفیانه میکنیم. مثلا زیا، تو چرا نمیفهمی؟ بهادر آب از سرش گذشته و دیگه لازم نیست مخفی بشه. تو نمیفهمی؟ دارن گر و گر سرباز هندی از بوشهر میارن شیراز، میخوان ریشه بهادر رو بکنن. نمیگذاریم، اما نه با تفنگ و تفنگچی. فقط باید اخبار منطقه و شیراز رو بفرستیم برای اون. همین؟ همینم زیاده. تو خودت خوب میفهمی راه انداختن فوج مسلح کم از خودکشی نیست. غلط میگم؟ قربان، قربان، جناب شاه باز شکست خورد و فرار کرد. توفنگچی ها بدون اسم و سلاح همینجور آوارن همه. کجا؟ دشت سامی. عجب،
این فرصت از دست داد شاهباز. اگر اجازه داده بودید به من، همین الان بهادر دست بسته جلوتون زانو زده بود. عوام هر چه که داره بی حساب خرج نمی کن. فرصت برای تو هست. شاهباز دل نازک و دل رحمه. ترسید که وسط این کارزار زن و بچه بیگناه کشته بشه. نخواست اعتبار و شرفش زیر پا بره. مملکت فارس افتخار میکنه به مردانش، مردانی آزاده و چنین مهربان. ولی قربان، روزنامه طالب گو راپورت بده، همینطور که من گفتم. ولی قربان، گویا پازم برای این پیروزی جشن گرفته و که این مضمونو کنه. ولی خب مضمون ما هم اینه: زنده باد شاهباز دلیر و مهربان. بله قربان. عقلم چیزی میگه، قلبم یه چیز دیگه. باور کنین دلم میتفه برای بهادر. الان از هر کسی برام عزیزتره. میبالم به خودم روز زمینی را میرم که بهادر را میرم، جایی زندگی میکنم که بهادر زندگی میکنم. به تو نباید بگم که تو عالم سیاست دیوار قطوری هست بین عقل و احساس. احساست عزیزه، مثل گوهری نگهش دار تو صندوق سینه، ولی بذار عقل و تدبیر حکم کنه. اینجا بهادر تو قلب مردم جا داره، دست به هر کاری بزنه انگار خواست مردم بوده. ولی من و تو سوار کشتی سیاست هستیم، فقط با تدبیر میتونیم نجات پیدا کنیم از این طوفان. حتی نباید دنبال بهادر بریم. جشنم باید مخفی باشه. پسر رئیس استادات رو دیدی؟ بله. چه میخواست؟ تفنگچی آقاسی گفته رفتی شیراز پرسجو کن. چه؟ که قاتل فتح‌الله خان کیه؟ برو سر اصل مطلب. صندوقچه اسرار باز شده. کجا؟ تهران. کی باز کرده؟ البته حضرت عالی. گفتم کی باز کرده؟ دوراب به پسرش گفته چیزی بهت میگم هیچ کس نباید بفهمه. کسی هم به تفنگچی آقاسی گفته، قسمش داده
هیچ کس نباید بفهمه. تفنگچی آقاسی پیغام داده به پسر رئیس و سادات، به دوراب بگو سری به ما بزنه. خب از اون روز پیداش نیست. تا نرفته تهران پیداش کن و بگو به عنوان مباشر من در کل امور مملکت فارس منصوب شده. مثل همیشه حکم آماده کن. حکم مباشر در کل امور مملکت فارس. این هم 50 سکه طلا. اخیر تمنای نگاهی داشت از حضرت اشرف. حالا در کنار این دریای رحمت مباشر ما هراس داره از غرق شده؟ هراس از اینکه قالب تویی کنه، از این همه جلال و جبروت. شهباز شنیدی؟ هیچ کس تا به حال چنین دلکش و زیبا مدح ما رو نگفته بود. روزنامه چی باید قشنگ حرف بزنه. خداوندگار دوراب تویی حضرت اشرف. کف نگو مرد. کف نیست، اگر خدا تجسم می داشت فقط به قامت قوام برازنده بود. ایشون از روزنامه چی هم جلو زده. مباشر بهتر از این پیدا نمی کنه دزدت اشتر. پس نباید دست رحمت ما رو پس بزنه. من سگه کی باشم؟ اهدایی تفنگچی آقاسیه. بخور. اگه خدا نخواد یک برگ هم از درخته میفته. بله بله، بشر خاکی هم چاره ای نداره جز این که تن بده به قضا و قدر. Come on.
اگر مهلت بدن، اگر مهلت بدن، این قائله با من تمومش میکنم، تمومش میکنم. دیر هست گویا. مستر مکنیل، قهرمان جنگ های بریتانیا در برابر یاغی ها. What is this stranger doing here? مستر قوام، دوست و همپیمان. همپیمان ما. You should not speak any strange language. بند من فارسی کم بلد داشت. در دریا خشکی با سفر این زبان بد کار میکرد دائم همیشه. مستر مکنیل، هلو. شما مستر به بنده، به من، قوام الملک، کلانتر مملکت فارس، یک روز مهلت بدید. یک روز من این یاغی رو به شما تحویل میدم، زنده یا مرده. Today 15 فوج آفیسر و سرباز موسلا امروز میاد به شیراز. قضا جا حمایت. 15 فوج لشکر آوردن. قضا جا حمایت. مردم شیراز به اندرونی راه نمیدن غریبه ها رو. باید فکر باغ و بوستان و زمین های مواد باشی. قضا مکنیل با اختیارات تمام اعزام شده اینجا. از من حتی سفیرم کاری بر نمیاد. از منم کاری بر نمیاد. قضا جا حمایت. If not by force, by with power. با زور، با قدرت. باشه، چشم. قضا جا حمایت با من. باشه، چشم. Get out. شده حسابی، هر چی گفت بگو چشم. بله. خسته شدم از این ایل پر درد سر. ایل ما قربان؟ ایل پوسان؟ اون از نامدار خان، اینم از بهادر. درد سر، درد سر دائم. با این حکم از حالا نه ایل پوسان داریم، نه ایل بوسان. فقط یک ایل داریم که یه اسمی براش پیدا میکنیم. ایل خانش هم شوکت خان. قربان، شما هر چه فرمودید ما اطاعت کردیم. حالا اگر قصوری هست دستور بفرمایید، رفع و رجوع میکنیم. قصور؟ چه قصوری از این بالاتر که یه یاغی زبون نفهم به اسم بهادر بزنه بالاترین مقام انگلیس در منطقه رو بکشه و آوار خود بر سر ما هر چه درد سره. فوج فوج تفنگچی میفرستن شیراز با یه فرمانده کله خر مثل مکنیل که یک کلوم حرف حساب تو کلش نمیره. اگر اسم در نکرده بود بهادر،
زودتر از دستش خلاص می شدم. می جنگیم با اون، کافیست دستور بفرمایید. می جنگید؟ کسی که پناه برد به سایه سر یک لشکرم حریفش نمیشه. فکر کردی نمیفهمم؟ بهادر اگر نباشه میپاشه اینجام. میزنیم اونو. شما دستور بدید ما میزنیم اونو. من خبردارم که سر میزنه به طایفه. دستور؟ به شرطی دستور میدم که قبل از اینکه مکنیل احمق حرکتی بکنه بهادر تو دست من باشه، مرده یا زنده. این با من قربان کمین میذاریم با بهترین تفنگ. چیا مکنیلو میفرستم به هیراباد. صبور باش و راه بیابا. او به روی چشم. که تو چه کار داشت اینجا؟ الان تو باید دنبال کار خودت باشی. باید پایدار خان. من خان هستم. I'm خان. I'm سر. مرد که نفر داشت. No different. بله. Be quiet. Sedona. هر کس می باشی. بیرون. Go out. سر مکنین. شما مهمان هستید. من میزبان. Okay? Understand? مهمان. میزبان. I don't want to see you here. You're in the operation. هر کس باشی گفتم. Go out. Out! بیرون! مهر محلی! مهر محلی! کجا رو ببینیم؟ ببین چه به روزه اومدن؟ ببین چی شدیم؟ پایدار خان! پایدار خان! مهر محلی رو دارن میبرن! اینها خدمه من هستند. خدمه! خدمه شاه گدا! همه همه بیرون. کرو کینگ بگر everybody out. out. کجا میبرید؟ اندرونی. اندرونی. What? اندرونی. اندرونی. Oh yes. اندرونی. امان. محفوظ. Don't worry. Go 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 go.
وای بله دوباره تو من جمعیه نشنبم کسی گرگه نمی کنه از الان مرخصید هر وقت گفتم برمی گردید برید سلام خواهید افان جان گلی برکت سفره است مهمان به شرطی که انگلیسی نباشه رو بدی به مهمان صاحب خونه میشه مهمان اگر شما باشید تاج سر صاحبخانه اید که این گنده مغز فقط بلدچی خواسته و سپارت خوانی نمهد جسارت منو ببخشید قربان بگذارید تو پیر بدیش ما هم شریک بشیم بگذارید با ادعای خودش پیش بره کمک بیشتری لازم نیست هرچی شما دستور بفرمایید اگر نتیجه بگیره خدا رو بنده نیستم اگر شما اراده کنید نتیجه نمیگیره به هر حال آماده کنید پنج فوج خوش آمد نمیگم حضرت قوام چون اینجا من صاحب هیچی نیستم نیستی؟ یعنی چی؟ دستور داد پیش خدمت ها مرخص شد منم بیرون کرد بیرون کرد؟ پس تو الان کجایی؟ خانه بدوش بغون جانغولی هم کوکب خانم رفتن درونی که میترسم زنها رو بیرون کنم تو پسر سرخ روی پسر برادر چی؟ پسر برادر پایدار خان پایدار خان سلام چند روزی دندون به سر رو جگر خاطر شما برای من عزیزتر از این حرف هست حضرت والا یوش وحشی فعلا تحمل میکنیم این مرد که پر افاده رو مستر مکنیل سلام هلو
خب مستر، بلد چی خواسته بودید سپورت؟ پایدار خان بهترین خانه این منطقه است، مورد وثوق ما هم هست، از همه مهمتر هم فرانسه بلده هم انگلیسی. حرف بزن بشنبه مستر مکنیل. به موقعش خدمتشون هستم. پایدار خان 10 تا بلد چی جور کرده، یکی از یکی بهتر. بالا بلد چی؟ راهنما، گاید. خیلی خوب، then let's start. بیایید با هم شروع کنیم. سپس خب مستر، هرچی میخواستید فراهم شد. و هوای این پایدار خانم داشته باشید. سفارش تو کردم، ولی خب تو هم باید سعی کنی خودت خوب نشون بدی. ایو تو کجا؟ کام هیر. دندون رو جگر بذار و بگو چشم. این مرد که اجنبی هیچ کاری ازش ساخته نیست، فقط مراقب باش بهانه پیدا نکنه. چشم. بلدچی ها after 10 minutes نفهمیدی، بعد از 10 دقیقه بیا با من با اون بلدچی ها. با 1000 سکه 10 برابر آبروی اعتبار میخری مرد. یعنی اندرونی ما جاسوس.